بگو ببینم اسمت که کوچ امیر اولمونه، امیر کوچ. دیگه اینم با بچه کلی درد کجایی؟ سر گرفتم ازت، گفتی وقت نداری و اینا. آره شرمنده به خدا واقعا. تهرانم، کجای تهران؟ تهران پارس شرق. آها تهران پارس. خب و چند سالته؟ من 22. 22. رنج سنی اکثرا 20 تا مثلا 20 تا 24 اینطور است رنج سنی. خوبه، حتی خیلی پایین تر و خیلی بالاتر هم داشتم ولی کم. خب امیر کوچ، رنگ و رولت بود پوز 5؟ آره انجام. آره دیواین 3. دیوان 4 بودم، دراپ شدم انقدر لوز دادم. الان آره دیوان چندی؟ 3. الان دیواین 3 دیوان بودی. 3. خب ماکس دیواین 4 بوده تا حالا؟ آره خب ایزی اون کارشو انجام میدیم الان. دیواین 3 پوز 4 و پوز 5. 4 هم بازی میکنی؟ آره 4 هم پلی میکنم. بقیه رول چی؟ کور هم یه بازی گیم میکنی؟ 4 هم داشتم ولی گفتم دیگه چون خودم اصلیش 5م ببین شما. آره بذار روی یه پوزیشن تمرکز اور کنیم. نه زیاد توی مثلا آیدی های پایین تر کور میشنم، نه رو ولی آیدی آیدی خودت اصلیم آره نه زیاد بازی نکردم. کور بازی نمی کنی؟ نه. بعد رنگ تو چند باز کردی؟ این آیدی رو فکر کنم آرکون 5 باز کردم. الان که نه ولی مثلا فکر کنم 2-3 سال پیش. بعد دیگه اخیرا خیلی شروع به جدی بازی کردن رنگ آب شدم، یعنی مثلا چند باز کردی گفتی؟ آرکون آرکون 5 بودم. بعد آره تا خود چیز با ساپ اومدی تا دیوان؟ آره آره کارم خیلی سخته. ولی خب کری و دو اینام بازی کردم به اون اندازه که مثلا چون ساپورت باید درکی از همه رولا داشته باشه. میخواستم بگم نه. که ساپورت هایی که مثلا تا دیواین اینا میان، یکی از علت هایی که ایمورتال نمیشن یا بالاتر نمیان اینه که فقط ساپورت بازی میکنن و نه کور نه بازی نمیکنن. اگر بازی کردم کری احساس و کنم حتی هم تو همین اوریج دیواین هم دو بازی کردم. یعنی من احساس، یعنی دو حالت داره دیگه، یا حالا یه چیزایی از ساپورت خوب بازی نمی کنی یا همه چیز ساپورتت خوبه ولی تو فایت ها دسیژن میکینگ های خوبی نمیگیری. اگر تو فایت ها دسیژن میکینگ های خوبی نگیری علتش اینه که کور خوب بازی نمی کنی، یعنی کور کم بازی کردی و اونو خیلی نمیشه کارش کرد. و بگم بری کور بازی کن. اتفاقا بات هم حرف زدم گفتی کلا یه چند وقت بازی نکن، دقیقا یه هفته بازی نکردم. بعد توی آیدی حالا مثلا پایین تر لژند نشن فقط دو بازی کردم این یه هفته رو. اون به درد نمیخوره رو لژند دو بازی کنی که، روی آیدی خودت بعد دو بازی کنی. ولی آره یعنی رو لژند که کاری نداره میبری دیگه. یا حالا به بازی هم تو بهترین حالت یعنی زیر 50% نیست وین ریتت، حتی هم بالای 50%. آره ولی نمیتونستم کلا پلی ندم راستش دیگه یه هفته. آره خب ریپلی، سه تا ریپلی بودی؟ آره گفتم حالا هر کدوم رو میخوای اگه نرسیدیم. خب سه تا کدومش از همه مهمتره؟ اصلا بگو جاکیرو ببینم مخصوصا چیه؟ چون هیرو آمه جزو هیرو آمه، مثلا جاکیرو رو دوستان رو حتما ببینی. جاکیرو یکیش جاکیرو بود. سوالم مثلا اکثر گیم ها لینم هم یه جورایی خوب بازی میکنم، لینم در میاد. اینو چی بودی؟ اینو اینی که سی ام بودم هم حالا میخوای ببین این واقعا نمیدونم چی جوری گیم رو باختیم. خب سی ام یا جکی رو اول سی ام ببینم بعد بیشتر مشکلت احساس میکنی تو چیه؟ یکی از مشکلام که حالا خیلی هم بهم میگم فکر کنم دد زیادم باشه. حالا این گیم نسبتا نرمال بوده دادم، مثلا مارس اونور 15 بار مرده، من 13 بار. نه کلا فکر میکنی مشکلت چیه تو بازی؟ یکی دد زیادمه فکر کنم. آها بعد اون یکیش هم نتورس هم بعد خیلی کم میشه. کلا خیلی وارد میگیرم، نمیدونم حالا درسته یا غلطه، ولی مثلا میرم واچ میکنم آخر گیم اسکور بورد
مثلا به اندازه دو تا ساپورت انمی وارد گرفتم. میتونی یه جایی چیز خوبی باشه، یه بدیایی داره یه خوبیایی هم داره. خب جکی رو اول ببینیم یا سی ام رو؟ این تیرینت همه، تیرینت بودم اینجا. ها این تیرینت بودی؟ خب سب کن بسا. این جکی رو هست، این بودی؟ آره. خب بذار همین رو ببین. جلوی استیت بیکر بودی و وایپر؟ آره. نه 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 آره 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 این گیم آره. یه لحظه با سیما قاطی کردم. خب باش بریم ببینیم چیه داستان، چجوری آیتم خریدی. خب جلوت میدونی کیان، جلوت احتمالا آره. یا کوین آف پین مثلا اسپید بیری کرن یا وایپر اسپید بیری کرن، یه همچین چیزی دیگه. وایپر کوین آف پین اومدن یا نه همین اول بازی دارم ولی میگم. آره. خب آره اول دیگه بازی معمولا دارم، حالا یا وایپر یکی از یا ایناست دیگه، درسته؟ خب درست. بعد به نظر لاین جلو اینا چجوریه، آسونه یا سخته؟ سخته خب سخته نسبتا. اگه لاین جلو اینا دریم سخته، میلیه یکم سخته دیگه اگه وایپر مخصوصا بیاد. بیشتر از این نظر میگم سخته یا آسونه که تو میتونی اینجاها تنهایی حرکت کنی یا نه. آها نه دیگه خیلی باید کمی در واقع پشت کریم بازی کنم. آره مثلا اگر اسپید بریکر آفلین، ببین هیروهایی مثل اسپید بریکر خب تو لاین خیلی ضعیفن، خب چیز خاصی ندارن، اما هیروهایی مثل کوین آف پین مثلا آفلین، نمیدونم مارسی، نمیدونم اسپید بریکر، کسایی که دارن لسید اینایی میکنن یه میتونن سویچ کنن بیان روت. کچشون قویه تو لین، کچشون این ور قویه. ببین تو لین شاید چیزی نداشته باشن، مثلا کوین یه بیلینک داره که تو لاین به دردش نمیخوره، اما برای اینکه اینجا جوین اینجا بده خیلی ساده یهو میاد رود. یا اسپریت شاید شارژش تو لاین خیلی دمیج نده، ولی اینکه اینجا تا اینجا برسه خیلی مهم. و حالا ساپش یا کوینه یا چیزه، خیلی احتمال خیلی زیاد تو میگم نمیرسی راحت اینو بلاک کنی، واسه همین من اولویتم اینه که، یعنی چیزی که من فکر میکنم تو بازی اینه که هر چه سریعتر این کمپو بلاک کنی، چون ممکنه آره. بعدن دسترسی نداشته باشی به این، ممکنه بتونی اینجا بازی کنی ولی اینجا دیگه نمیتونی بازی کنی به این راحتی، گرفتی شد؟ پس بلاک کردن این کمپ خیلی مهمه. اوکی کمپو کلا اون کمپو من حالا یعنی اول گیم میبینم، حالا اگه ما سریم ما قرار پوش بدیم که بلاک نمیکنم، اگه دیفنسیو قرار بازی کنیم بلاک میکنم عشان. اگه قرار بشه پوش بدین که بد نیست بلاک نکنی، یعنی آره. اونم طرز تفکر بدی نیست، ولی خب معلوم نیستش که حالا اصلا یارو پوش بده نده. خب اینم که شارژ کرد و تو هم تیپی کردی، اسلوش کردی، فرست بلاد رو سکیور کردی کاملا. اوکی به اینی که خواب گرفته رو میزنی، چرا چیز نمی کنی؟ چرا آره. با امسی بزنیش؟ آخه خواستم سریع برم سه شو اینجوری هم که مانگو تو بزن وایپر رو حرس کنم. آها اوکی منطقیه شد اینجا ولکا. اوکی منطقیه صحبتت، منطقیه منطقیه. این جکی رو به بینی که خواب گرفته کاملا میچربه که اینجا یه پولم کردن دقیقا اون بلایی که گفتم سرتون اومد، بجاش این کمپ هم بلاک اینجا کردی. اینجا یه اشتباه کردم، اونم اینه که با یه سنتری اومدم، بعد دو تا سنتری بیای دو تا میگیرم. آره ولی این سری نمام چرا یه دونه بودم بکنم، چون مانگو خواستم با سه تا برم تو لین سری. با دو تا هم میتونی بری، نکته ای نداره، هر ستاشو مثلا هیروی مثل جکی رو ستاشو مینه یک یوز نمیکنه، مینه یک دو، ولی مثلا کریستال میدن اینا چرا میتونن ستا مانگو آره. آفرین پول که
آره این اسپیریت دیگه اومده شوخی نداره. دنبالم. آفرین. ولی مجبور شدی آیس پد بگیری؟ بعدم نیست. میگیرم معمولا کلا 3 یا 4 رو. نه دوال بریت لول 2 خیلی مهمه تو لول 3 خیلی، یعنی آیس پد رو گرفتی کشتید میارزید، ولی اگه بخواید لین کنید آره دوال اینجا بریت صرفا لول 2 برای خیلی کشتن بیشتر گرفتم. آره لاینت ولی بد جاست دیگه، یه ذره خوبه که وامیستی بغلش. اصلا نمیدونم چرا ماجیک فند گرفتی، یعنی هیچ ایده ای ندارم که چرا ماجیک فند گرفتی جلو وایپر و اسپید بریکر. خودم هم ایده ای ندارم. داری هم که بوت بگیر، بوت وینلس. آره باید بوت هم مستقیم بگیرم. الان یه دونه ماجیک فند زدیم تو این در فایت. آره اشتباه کردم اینجا مالی که نه اصلا علت این که چیز اینه که بوت اینجا نداری، بوت میمیرم داشتی میرفتی کاملا هم... تو آره. میرفتی جوک میکنی. اوکی اینم میمیره. خب بوتتا میخری من متوجه میشی که چرا. این چقدر ضعیفی با آیس پد. اینجا کری تصمیم منم گرفت دوباره میکشه فید بده. That's life. اینجا کری تصمیم میگیره بره رو وایپر. آره That's life. من علامت سوال وایپرم علامت سوال. اینجا حواست هم نبود چیش میشه یارو منطقیه اینجا که در صورت ولی میام حالا اسپیلیت ها دارم. ولی یه سوال الان وریتینگی مثلا حالا خودم که سر اون دابل قبلی تقصیر من شد، ولی اینجا وریتینگ نباید دیگه به نظرم باشه اگه نه مشکل ریتینگه ایتی یارو پنجه را خب اینجا ریت کینگ باید بره جانگل لاین رو بده به تو. آره همون کار کرد. من فقط خواستم بک بایستم به ایکس فیلم. خب چرا تی پیو کنسل نمی کنی جدی؟ من؟ آره بس بمیره دیگه چطور حال کردن هودوینکم گفت میاد گفتم شد اصلا اینطوری نها کن. من که تیپی نمی کردم این سحنه رو، خب چون این که اصلا 4-5 خب. ولی حالا تیپی کردی اشکال نداره، یعنی این خب من میگم این ریاکشن طبیعی ساپورته. ولی نها کن تو 5 ثانیه وقت داری متوجه شی که ریتینگت میمیره و تو نمیرسی دیگه کاری بکنی براش. نگاه کن حالا الان نمیمیره میخندیم، ولی نگاه کن یعنی الان 5 ثانیه تو وقت داری ببینی این صحنه رو، 5 ثانیه وقت داری کنسل کنی. 6 وایپر روش خوابیده یارو لول 5 این زنده ایمونه چیکار میخوای؟ میخوای آیس بات لول 1 بزنی استانشون کنی؟ چند ثانیه؟ نیم ثانیه. اینجوری هم که 5 ثانیه وقت داشتی اینو تشخیص بدی، الان لول 5 شده بودی تو این لاین. گوره بابای ریت کینگت لول 5 شده بودی، الان دوال برت لول 3 یا لیکوید فایر لول 2 گرفته بودی داشتی پوش میدادی اینا ریت کینگشو میکشته، حداقل تو قوی میشدی دیگه. ریت کینگ میتونه خودش جاشو عوض کنه دیگه، یا میتونی براش وارد بکاری. الان جایی که اون نمیتونه تو لاین بمونه، اصلا مهم نیستش که 2 نفر اینجا دارن ریت کینگو میکشن، مهم اینه که این تاورتون سیفه و تا زمانی که این تاور سیفه هر موقع ریت کینگ اراده کنه. بالاخره این کامرا گریپ درست شد خود به خود، چه جالب.
هر موقع رید کینگ اراده کنه میتونه بره جنگل و پول در بیاره و اینا هم پولی در نمیارن با کشتن رید کینگ، 200 تا در میارن بعد کل این مسیر رو آره برگردن، بعد اونم وایپره هیچی یعنی نمیشه. آنچنان. یعنی آره یعنی این تاب مهم، این تاور است که سر جاش، خیلی عقب نمیافتین. اما این کار تمومه، یعنی اگه طرف بیاد اینجا رید کینگش رو بکشه، 100 تا پول از ساپورتت بگیره، ساپورتت هم بکشه، بعدم برگرده ساپورتت اینا رو هم فارم نکنه دست بده، دیگه یارو نفت از توتون در آورده با این روتیشنش. گرفتی شد؟ یعنی تو کلا سناریوی اینو قبلی به یه هم رید میگم کینگ بعضی از وقتا دست کری میدین، تو باید ایگنور کنی دیگه رسما، اینجا باید مثلا اون کارو میگم. ربطی نداره کلا چیزی که به بعد اصلا بعضی وقتا باید ملت رو ایگنور کنی، یعنی اینجوری نیست. میتونی تاثیر بذاری باید اونجا باشی، نمیتونی تاثیر بذاری نباید اونجا باشی. آره منظور خب همون دفعاتم و که اصلا تاثیری اینجا ندارم. باید ببینی که چه چیزی جلوی تو رو میگیره. سوال من اینه چه چیزی تو این 5 ثانیه جلوی تو رو میگیره از اینکه این تیپی 5 ثانیه رو کنسل نکنی؟ چی؟ خب چون فکر کنم هم من هم تو میدونیم که این، یعنی بعد از این تی پی خب شاید الان یه اتفاق، الان میدونیم دیگه، حالا که شیشه وایپر رو این خوابیده تو نمیتونی براش کاری بکنی. یعنی الان تو این 2.8 ثانیه باید بگردی ببینی چه چیزی، چه مشکلی توی تو باعث شده که این تی پی رو کنسل نکنی، چون خیلی مهمه. یعنی این دیدی که اینجا به خاطر ماجیک وند دادی دابل کیل دادی باعث شد وایپر 5، بعد یه اشتباه یارو کرد 6 شد وایپر، باز یه بار دیگه تو رو کش دابل کیل گرفت، تا اونجا میگم اوکی دتس لایف، پیش میاد. خب حالا مثلا ماجیک وند دفعه بعد حواست باشه، ولی این خیلی مشکل بزرگیه که این همه که ببینی این صحنه رو و همچنان داوطلبانه بری. یا حالا از آیا از این میترسی مثلا ریت کینگ بگه آقا مثلا تو نیومدی اینا دارن تو جانگل منو میکشن، نه نمیدونم سولو بودم چیز، یا مثلا فکر میکنی آقا مثلا اگه این چه وظیفت هر چی که این هست تو ازش دفاع کنی، این مشکل خودشه، خودش بعد از خودش دفاع کنه. من هفت یه چیزی که فکر کنم اینجا ولی میکشه اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. الان مردی خب، شاید الان تو این لاین بودی لول 5.5 بودی با ویو بعدی، ویو هم به جای اینجا مثلا رسیده بود اینجا، یا اصلا نه داشتی فارم میکردی راحت، ترنکویل تو اومده بود لول 5.5 بودی، گوره با اینکه وایپر رو کشتی مید لین تو، این دوتا خودشون دوتایی نمیتونستن بکشن، نه میتونستن بکشن دیگه، اصلا نمیتونستن بکشن درک. گرفتی چی میگم؟ عرفم. اصلا خیلی فرقی نمیکنه تو این نکته. الان همین 100 تا، همین که 100 تا پول تیپی دادی زنده بشی تیپی نداری، میدونی چه بازی ازت گاییده؟ این همین، همین این تیپی که کول دانه، این خیلی بده. موقعیتش تقریبا مثلا حالت 50-50 هم نبود که من بگم که خب حالا مثلا 50% راه داشت که بیارزه به ریسکش. الان تو بی سرپناه شدی دیگه، تقریبا دیگه جایی نداری تو من وسط بری، ویرده کسی نیست، پایین بری چیکار کنی با لیکوید فایر لول 1 کسی نیست بخوای فشارش بدی، بالا هم که بری میدونی انیوی بالا بری بازم به درد نمیخوری، بازم ریتکینگ رو قرار بکشن. این الان این شکلی شده، الان یه جوری شده که دیگه بد شده، الان بال حضورت بالا هم چیزی رو عوض نمیکنه، قبلا حضورت بالا چیزی رو عوض میکرد و الان نمیکنه، الان بری بالا شارژ میشی دایو میشی میکشنه. این به محض این که رفتی بالا اومدی پایین و کنسل کن دیگه، حتی این مید لینرتون هست بازم به نظرم، نه این باز خیلی بد نبود به هر حال، بعد اون تاور رو ول میکردی، گفتم خب بجاش بالا و پایین رو حداقل ترید کنیم دیگه. آره الان باید دیوارام هم می اومدن، نمیدونم چرا سرم نیومدن، فارم میخوان دیگه، الان هم که تو داری فارم سیج میکنی خوبه، ویو سیج بود، ببین این که نمیتونه بیاد. خب آره اون که این هم که تاور دمیجی نداره، امبره میدونی، اگر ستاتون باشین آره تاور دمیج دارین، ولی امبر مطمئنن وقتی که توی 1 دقیقه میذاره دمیجی که به تاور میده خیلی کمتر ارزشش تا گلی که از کریپا فارم میکنه، واسه همین نمیاد تاور بزنه، کار درستی هم میکنه. مگر اینکه امبر و جکی رو هودوینک با هم باشن، هودوینک هم که نمیتونه با این اچ پی مانا بزنه،
اصل تاور دمیجتون توی یا این اورب اف کوروژن هودوینگ، اصلا شما دوتایی هم بزنین این تاور پاره میشه. ولی خب این نیست دیگه، الان تو هم وظیفه تا یه ذره تاور دمیج یه ذره فارم کردن قوی شدنه. بعد کاش ایتوس هم نخری، خیلی آیتم گرونیه. ایتوس خیلی اشتباهه. این کچ دارید، کچ دارید، کچ دارید، کچ دارید. بعد تو داری کچ میخری با ساپورت؟ نخریدم آخر. آها خب. شروع بدم که. اینجا زیادی موندم دیگه تو لینه. خب ببین تو اینجا یه فرقی داره. خب اینجا وقتی تو وامیستی لیوی و پوش میکنی، خب اینجا زمانی که وامیستی ویو پوش میکنی یه سری خوبی ها داره. یک، اگه اینجا مثلا دایوت کنم مثلا تو میتونی بری لای درخت ها و این پشت تاور و آورا آرمور تاور داری و اچ پی جن داری و جاد سفت آره سیف زونه. و خب اگه خیلی دایوت کنن تو بتونی زخمشون کنی، ملت تیپی میکنن میان کمکت. خب و اگرم بمیری بازم مهم نیست، حداقل یه ویو تاور رو دیلی دادی، بعد دوباره زندشی، دوباره تیپی میکنی همینجا همینجایی. میدونی ملت ریسورسی که میخوان خرج کنن تو رو بکشن، یا بعد تو رو بکشن یا به جاش تاور بزنن، که حالا تصمیم تو رو میکشن تاور رو نمیزنن. اما فرق اینجا چیه؟ بزنم اینجا. خب شما اینجا که کشتین، خب آره اینجایی که کشتین یا این زنده شد، اینم زنده شد. خب دیگه نمیتونی با سین تاور را اتک بدی، این تموم شد. الان دیگه تو اون اهرمه نیستی، به خاطر اینکه به راحتی میمیری، کسی اینجا نمیتونه تیپی کنه، اینجا هم بمیری اسپیس نیست فیده قطعا. میدونی اینجا میگم شاید بتونی اسپیسی بدی به تیمت، ولی اینجا پلاس وان میخوای، این که رفته بیس اینم رفته فا. خب اینجا آت پوزیشنی، من نمیدونم چرا اسپیریت اصلا تو رو شارژ نکرده، امبر رو شارژ کرده، تو کیل 100% براش احتمالا حساب کرده. خب تو بعد این ویو میری عقب دیگه، درصد که نه برگشتی داری ویو بعدی هم میزنی. حالا اینطوری هم که ویو بعدی هم زدی، بعد بینو داری میبینی، بینو میبینی یعنی چی؟ یعنی لیترالی یارو 5 ثانیه خوابت میکنه، تیپی 5 ثانیه هم رو این تاور بیاد تو مردی 100% اگه بکاپ نداشته باشی. جام که اینجا داری چیکار میکنی؟ لیکوید فایرت هم که لول 1ه، حد دمیج هم به تاور نمیدی. گفتی؟ نمیدونم والله اصلا این گیمر الان، ولی احساس میکنم خیلی اصلا خورد شده بوده از این، ولی بازیم اشتباه فهمیدم الان تازه. یه لحظه بسته من اینو بند کنم، ماد ندارم تو چت یه یاروی داره اسمم میکنه. خب حل ارزم به حضورت که گرفتی چی شد؟ آره فهمیدم. آره پس مشخصه دیگه که تو ببین تو به این بازی کردی دیگه، میدونی دیگه داستان چی، یارو میخواب اونت تیپی میکنم میکشنه دیگه. حتی تو رنج نایتمر یارو داری بازی میکنی. نمیدونم این بال بازی کیته؟ این یه تایمی که خیلی رو داره لوز بودم، قبل از زمانی که روی آیدی لجند و اینا بازیم کردی؟ آره. آه چون اگه روی آیدی لجند و این چیزا بازی میکنی، بازی کنی با اسپری اینطوری بازی کنی، انمی ها دست کم بگیری. آره چی؟ آره معلوم آره. این هر کی تیپی کنه تو رو میکشه، هر کی یا این شارژ کنه میکشه. الان اینجا این گیم نمیدونم بعد گیم سی ام ام یا قبلشه نمیدونم، ولی یعنی میگم کلا روی این رو لوز استری که 8 اینا بودم اینجا. خب حالا سوال نریمان، سوال اگه این کارو نکنم چیکار کنم؟ آره اینا هست. سوال چیکار کنم؟ باز میرفتم بالا بازی میکردم دیگه فکر کنم. اینجا به کوی بری بالا هیچ کی میرسی؟ الان که نمیگم فکر کنم مثلا دوم سوم اید اینطورا برسی بالا. نه 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 منظورم اون تیپی که دادم پایین و همون رو وای میستادم، همون اولش هم گفتی تیپی کرد. ببین این تاور رو زدی، یا این که میرفتم مید دیگه، الان مثلا برم پشت مید لینر هم بازی کنم. بری پشت مید لینر بازی کنی که چی بشه؟
که برای تاور وسط فشار بده. خب ویو سیج هم بود دوباره. این مشکل اینجاست که تو یه سری اصول و بلدی، بعد منتها اگر اون اصول کار نکنن، اون لحظه نشه اون کار کرد، هیچ ایده ای نداری باید جاش چی کار کنی. بذار من یه ذره اصول تو رو ساده تر کنم تو ذهنت. خب چقدر مانا داری؟ اصلا مانای 1 2 6 داری؟ نه نداری. پس آیا میتونی جایی به درد بخوری تو فایت؟ نه دیگه نه، چون خیلی شیشوی ساده. خب 2 ثانیه دیگه هم که اینجا ریسپا میشن، تیپی میکنن میکشنت. خب تیپی هم که نداری، 80 ثانیه تیپیت کولدانه. اولین کار اینه که یه تیپی میخری میاری. خب دومی اینه که ریسورس میخری میاری، یعنی لازمه باز یه کلریتی دیگه به جز این میخری میاری. سومین کار چیه؟ تو این بازی چطوری الان میتونی به درد بخوری؟ من هم میتونم جلو، یعنی جلو پوششون رو بگیرم، هم که بک وایسم فقط تو فایت دمیج بزن به نظر خود. مگه کوتولی هیرو خب منم جکی الان روه هیرو. مگه کیپر آف دلایتی که یا جلو پوششون رو بگیری یا واسی اون تحت دمیج منم بزنی؟ ویف کات هم دیگه. نه تو خیلی فرق داره، تو پلاس وانی، تو به علاوه یک هیروی مثل عکسی، به علاوه یک هیروی مثل امبری، به علاوه یک هیروی مثل کودوینکی، اون کیپر آف ده لایته که یا وامیسته جلو پوشو میگیره یا پشت دمج میزنه. خب الان هیرو جکی رو، منتها الان هیرو با این مانا و این وضع تیپی جکی رو نیست. خب هیرو یه هیرویه که تواناییاشو نداره، گرفتی چی شد؟ پس اولتی نصف نیمه که فایده نداره، الان به درد نمیخوره تا 80 ثانیه دیگه که تیپ، الان تیپیت 80 ثانیه از کولدانش دیگه. خب قرار نیست به درد بخوره، پس اولتی تو بریز این ویو و با اولتی فارم کن بجین که واسی دوال برت بزنی، سه بزنی، فلان بزنی جلو بین. یه الو بالاتر بود بلا فاصله تو مرده بودی. اولتی تو همینو بزن، بعدش هم برو سمت اینجا، اگه لازم استک کن، اگر میبینی نه مثلا چیز این داره فارم میکنه خودش استک میکنه، ببین اینم هنوز نرفته بیس، اینم داره نفتو در میاره اتوما، و اولتی تو اینجا بزن مثلا، بعد 200 مانا تمومه این ویو بشورو برو بیس، یا مثلا حالا برو بیس که مانا تو پر کنی و بعد تیپیت هم ردی بشه و بری یه جا به درد بخوری. اگر این اینجا نبود چی کار میکردی؟ اولتا اینجا میزدی میرفتی اینجا، این دوتا رو استک میکردی، حالا یا یک شم فارم میکردی بعد میرفتی بس. لازم بود ترنکویلت هم میخریدی که سریع تر این کار رو بکنی. من به شخص کوریرم از الان ترنکویلم میارم که زودتر بیاد چیزا، من زودتر اول بتونم جک بابرم. اینجا فکر کنم مانابوت میرم، بعدش مثلا میکنم شاتر لنز ترانک. مانابوت هم خوبه اصلا، اکچولی خیلی بهتر گفتی، یعنی اگر مکرو پایر اینجا بزنی گلد مانابوتت هم میاد، مانابوت تو میتونی اینجا بخری، اینو فارم کنی، اینو استک کنی. دقیقا همین کار خواستم بکنم که مردم، اشتباه کردم مردم. خب یعنی ببین خیلی کند، ببین این مید لینر رو دیدی وامیستن مثلا اینجا اتک میدن دینای میکنن بعد پوش نمیدن برن جنگل. خب این شبیه این ساپورتی که الان تو بازی میکنی تو همون کانسپ نها کن. آه اینو دوال برت بزنی و حالا نمیدونم مانگو هم تازه داری، تا مثلا اینا دونه دونه بزنی و هنوز اینجا یا این با این مانا تو به درد نمیخوری تو اینگه. پس دو تا مشکل تا اینجا، یک این تی پی هایی که میکنی و یه ذره نگاه کن ببین چقدر خودتو عقب میندازه. خب اولا چقدر خودتو عقب میندازه، دومی که اصلا چقدر کمک میکنه واقعا. اگر میبینی مثلا 10% به تیمت کمک میکنه ولی 50% 60% تو رو عقب میندازه، بگو نکن بذار تیمت 10% عقب بیفته. فهمیدی شو؟ این یه مشکل. دومی که اوکی حالا که تیپی کردی اینجا واسه یه کیل نمیدونم چی، یعنی این مکرو پایر رو، این مکرو پایر رو من ترجیح میدادم الان تاپ بریزی تو به جای اینکه اینجا بریزی. آره باید تاپ. خب الان یعنی باید تاپ میبودم که اگه تی پی رو نمیکردی این ویو تو مکرو پایر ریخته بودی دیگه، 6 شده بودی، این هم مکرو پایر ریخته بودی. ولی خب حالا که تاپ نریختی پایین بریز دیگه، گرفتی؟ با توجه به تصمیمت میگم. آره اوکی حالا اینجا ببین دوباره گیم خراب میشه. حالا خدا رو شکر که از اینا وایپر تیپی کرد،
یعنی از بین اینا اونی که داشت تاپو میزد تیپ داشت کرد، تاپا باز فشار خداش میداد تیپ. همین، یعنی دارم بهت میگم این تمام تصمیمات غلط تو میبینی، انمیت هم همینقدر بده، یعنی کاملا آره، وینبل الان این بازی ها. هم به همین چیزایی که تو نمیدونی و اونا هم نمیدونن، اونا هم وایپر کجا اومده؟ اومده جکی رو بکشه؟ خب میکشتندی خود بین و چیز، کشته میکشتندی بودن اصلا. آره خودشون میکشه، کوین هم اومده و کیینو بزنه. چه؟ این هم از این اینجا قشنگ اینجا امبرتون تیپی نک نگاه کرد یا نداشت، بذار ببینم. داشت ترجیح داد، داشت ترجیح داد نیاد. سه تا می اومد رمپیج بود، یه چیز بود، آره اولترا کیل بود رسما. سه تا رمننت همینجا میزد، یه دونه دو میزد، اینو اینو این که میمردن. حالا این یه فیستم میخواست مثلا همین، یعنی تهش نمیدونم چرا نیومد. ولی سوالم اینه که ببین، همیشه خب همیشه ملت این تیکه رو میبینن، یعنی این تیکه ای که امبر نیومد اینا رو نکشت رو میبینن، نمیبینن آقا چی شد که بازی به این گهدونی رسید که حالا این رید تو بازی. میدونی ساپورت خوب بازی کردن از این کار جلوگیری میکنه که بعدن این نتونه برینه تو بازی، اصلا شرایط بازی رو جوری تعیین میکنه که این اصلا بخوادم این گیم تموم شد میخوای بریم. آره بخوادم نمیتونه چیز کنه. حالا من یه ذره جای تام میبینم، خصوصا جکی رو از اون هیروهاییه که اگه باهاش دو سه تا اشتباه اینجوری بکنی بعدش دیگه آره نمیتونی کاری بکنی. برعکسش هم اگه مثلا باش دورو بیفتی خیلی قوی میشه ساپورتش. بهترین کار اینه که همون جایی که مردی یه بار دیگه تیپی کنی و فید بدی و من ریپلی ببندم، چون دیگه اینجوری هم که دوباره قهر بعدش ریسپان شی با تیپی کوندان و من ایده ای ندارم که باید چی کار بکنی. این بازی رنگ که یه جوری مثلا هولو بازی و جلو بودیم که من اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. خیلی این موبای ارلی گیمت با ساپورت مهمه، یعنی من نمیتونم بهت بگم که چقدر مهمه. آره اینا رو خراب کنی ریده میشه تو گیم، موبای تیمت روی ساپورت. چه حالت بکنی داره هیرود رازی هم. اشکالی هم نداره این جوجه ها دو بگیری ها، ولی خب این که یک گرفتی هم خوب شد. سلف چرا زدی؟ ببین سلو خب تو اچ پی اگه انقدر باشه یک باشه، تو درخت بزنی 540 تا تو پر میکنه، میدونستی اینو؟ بی درخت باشی یعنی چی؟ اینو بخون. نچرز آره آره فهمیدم. سلف هیل امپلیفیکیشن، سلف هیل اند ریجن 40%، یعنی 400 تا وایسم لای درخت سلف کنم یا 400 تا، یعنی 400 تا هیلت میشه 500 خورده ای. خب یعنی تقریبا 600 تا هیل میکنه، 600 تا هیل میکنه. یه تانگو به تو چقدر میده؟ یه تانگو تقریبا به تو تو 16 شفت تا 42 تا 112 تا میده. یه دونه تانگو میزنی 150 60 تا پر میشی تو درخت اگر باشی. درجه اگه کلن اینجا بازی کنی با یه تانگو پر میشی، هنوز لاین شروع نشده. اگه تو اینجا واسی اینجا یه تانگو بخوری زیر تاور رو درختم باشی، تقریبا میتونم بهت بگم 20 خورده اچ پی ریجن داری، یعنی حتی تو 5 ثانیه 100 تا ریجن امپلیفیکیشن شو میدونستم. ولی حالا خدایی این که مثلا وایسم سلف کنم تو درخت، یعنی ناکن رسپ واسطادی تو درخت سلف کردی، ناکن سلف رسید اینجا پوری گرفتی شد. همین رو تانگو کنی و تیپی کنی همینجا واسه اینجا واسی پر میشی تو درخت. اوکی این اونم اسپریت بود دیگه، یکم بزن دیگه، یک تا چرا نمیزنی؟ آه ببین الان 15 تا اچ پی، 16 تا اچ پی ریژن داری، میبینی؟ با یه تانگو 16 تا اچ پی ریژن داری.
این چی جوری پر میشی اصلا ببین اینو. تموش پر شدی. آها چه عجب اینو زدی. خب بذار یه چیز دیگه از ترینت بهت بگم که خیلی به درد بخوره. خب ببین تو احساس میکنی که مدوسا مگنوسا میزنه و تو اسپیریتو میزنی که اینطوری بازی میکنی بغل مدوسا بازی نمیکنی یا چی؟ داشت فارمشو میکرد. خب همین وقتی که میبینی زورت به اسپیریت نمیرسه، اولا که خب اینو بیشتر بزن، این لول رو بیشتر بزن. اگر نمیخوای تک به تک ترید کنی و اگر میخوای اینجا دیدم میخوام باش ترید کنم، یه چین میل خریدم نمیدونم حالا درسته نمیدونم دیگه، بعد از اون چربیدم باش. جالبه، نمیدونم نمیدونم خوبه یا نه، من اینجوری بازی نمیکنم راست شو بخوای، به خاطر اینکه این مدوسا قرار اول آخر سریع از این لاین بره و بعدش دیگه چین میله به درد نمیخوره. ولی بذار ببینم چقدر مدال میخواید. نه برای روشن مدال نمیخواید، هاسکار خوب میزنه. نه اصلا مدال دوست ندارم من تو این بازی. به دمیج اکسا که زیاد نمیکنه، به گرفتن تینکر کمک نمیکنه، صرفا یه پی ای بد نیست. بعدش هم گفتم بکنمش سولار برای باف مدوسا. سولار میتونه خوب باشه ولی مدال نه خیلی. من زیاد راستش رو بخوای میگم خیلی مدال نیستم، من شاید ایولو بیشتر دوست داشته باشم اگرم بخوای یه کمکی بکنی. لازم باشه تو درخت تینکر رو بگیری، با ایول میتریکسش رو دیسپل میکنی، دوی این رو دیسپل میکنی با ایول، مگنوس بخواد آرپی کنه با اسکیور میتونی ایولش کنی، یا اگر آرپی کنه اسکیورش رو ایول میکنی نمیذاره ببره. اینجا سرهان فکر کنم یعنی ذهنیتم اینجوری بود که لینه رو، نه مثلا میگم اگرم میخوای آیتم فایت بخری برای مدال برای آینده. من که من اکثرا میتیور همر میخرم، میتیور همرم هم نخرم مثلا شده مدال بخرم، ولی میگم مدال احساس میکنم تو 40-30 درصد من روی چارش همیشه متور میرم چاره تیم، ولی پنجش رو کلا میگم چون مشکل نتورس هم خیلی داشتم. معمولا اگر نخوای هیچی بخری کلاسیک بازی کنی میتونی بری برای هولی لاکت. آره هولی لاکت، یعنی عادی اگه بخوای خیلی کلاسیک بازی کنی هولی لاکت، میتیور همر نمیخوای بخری، همیشه خوبه هولی لاکت، همیشه خوبه. بعدم سه پر کن. آره حالا میخوام یه چیزی بهت بگم، اگر تو میخوای این اسپیریت رو بزنی به جای اینکه چین میل بخری، خب کافیه دو بگیری لول یک. خب میکنیش آره. میزنیش پارش میکنی اگه دو بگیری لول یک، زورتو میچربه. دو بگیری تو درختان باش چیز کنی، این نزدیک درخت بزنیش، اگر هم از درخت بخواد فرار کنی که تو چیس میکنی دیگه، اورب آف ونوم خرید میزنیش، یعنی تا بره برگرد تو دوتا اتک سر دادی ترید رو میبری، گرفتی شد. حالا میخوام یه چیزی بگم، فرض کن دو نگرفتی یک گرفتی توی این لاین، میخواستم یعنی میخوای جدا بازی کنی دو بگیر، یک باید گرفتی... برای یکت مدوسای کمکم کنه به نظرم. ببین برای یک تو دو جور کار میتونی بکنی، الان بهت میگم چی کار میکنی. خب بیا اینجا، خب بیا اینجا اینجا یا حالا مثلا رنج کلیپ. خب بعد اسپیریت معمولا این وره این معمولا این وره دیگه، این چیزی که میگم به خاطر اینکه خودم خیلی ترینت بازی کردم ها، یعنی این یه گاید ربطی به چیز نداره، واسه خودت هیروی ترینته، واسه همه ساپورت ها نیست. خب این که اومد اینور، این که اومد اینجا باید اتک تو اتک کرد، میتونی چیزتو بریزی، گرسپتو بریزی یه جوری که اینوری باشه. خب این قاعدتا ازش بخواد بره بیرون اینوری میره کنار دیگه. خب یه موقع اینا رو بریز که اچپی یونیت ها نصف شدن، اینو که میریزی اینو از این جدا میکنی، بعد همه رو دینایی میکنی همه رو، یعنی این هیچ کاری نمیتونه بکنه مگنوسه، میای بالا سر یونیت ها همه رو دینایی میکنی، دو به یک میکنی، اینو از این جدا میکنی با این کارت، این بعد بره دور بزنه، این خیلی سختشه این کار رو بکنه. گرفتی؟ یعنی اینو وقتی اینطوری اینجوری خطی میکشی یه جوری که از روش رد نشه، بعد میتونی اینو بیخیال شی بری سر وقت این،
از این درختام که نمیتونه رد شه، یعنی باید قشنگ بره دور بزنه. این خیلی کار خوبیه اگه با ترینت بخوای بکنی. اینم بی خیال، اینو تو میخوای بزنی و تا اونجایی که میشه تو دوست داری ایکس پی بگیری از کری با ترینت، دوست نداری خیلی کلا بشه دوست ایکس پی دارم بگیری. کلا از کریم خیلی ایکس پی نگیرم، یعنی تا جایی که ترینت هیرویه که دوست داره ایکس پی بگیره، به خاطر اینکه اگه کریت ولت کنه تو دوست داری لول 5 باشی به جای اینکه لول 4 باشی. خیلی به لول 4 و 5 فرق میکنه، لاین تو پوش میدی دیگه با این. حالا حتی اگه 3 هم پر کرده باشی دوست داری لیوینگ آرمور 3 داشته باشی. گرفتی شد؟ اتفاقا گیم خوبیه برای اینکه لیوینگ آرمور پر کنی. یعنی من جات باشم این گیم 3 پر میکنم 1 پر نمیکنم. گیم خیلی من خوبه. خودم همیشه روش 3 پر میکنم، یا نهایت 2 تا 1. نه خیلی وقتا من 1 پر میکنم روش، ولی خب خصوصا زمانی که کرنی من لور از کلا به میره. قول خود کلاسیک چیه اون هولی لاکت میگیرم برای تاور و اینا، 3 پر. حتی اگه میخوای هولی لاکت بگیری، تا هولی لاکتت بیاد 3 تام پر کردی، نگران اونش نباش. تا او کوتا هولی لاکتت بیاد مومن، تا هولا که بیاد اینه 4، اینم 2 لول گرفتی. من زمانی میرم این ور خلاصه خیلی درگیر میکنم که سر کمپا دعوا داشته باشیم، اون موقع میرم. آها الان میبینی این جدا شد، حالا میتونی بری سر وقت کلیپا و این. دقیقا یه همچیزی منظورم بود، قشنگ معلوم بود میخواریدی پشتی نشد. یعنی اگه مدوسا نمیومد که نمیشد، ولی با که بالاخره سنچی رو خریدی. آه میبینی دو گرفت، ببین دو گرفتی داری چه بلایی سرش میاری. نیا کن چین میل هم بود دیگه، اصلا هیچی دمج نمیده. تو چین میل هم از راست میگی که من بوتو ترجیح میدم راستش رو بخوای، اگه بخوام مثلا برم این ور اون ور پول کنم نمیدونم یه دفعه ایش اصلا هیچ، ولی چه ایمیل هم به نظر داره خوب میاد، داری این جواب میگیری ازش. یک پر هم کردی، مدال خریدی. اوکی این مداله داره کمکت میکنه، دوست دارم. این بوت نداری نمیرسی. آره حتی پایینمون هم دارن میزنن بلن، هم هر سه تا لینشون عقب بودن. این هم استک میکردی دیگه، این دوتا رو استک میکردی دیگه. بوت نشم دیگه. بوت چیه؟ 51 52 53 یک بزن به این، اتک بده به این. آقا تو یکم نمیرسی. میرسی میرسی آقا میرسی، میان از یکت میان بیرون، بعد تو برگ 53 بزنی میرسی. الان یک بزن اینم بیار، اندازه کمپ رو نگاه کن. نمیان این بیرون، اینجا میخوام بیان اینجا. خب همین مگنوسه که بعد راست میگه، اصلا میگم با مدال هم میشد تا استک کنی. اینم نکته درستی بود که چت گفت، ولی تیرینت نیازی به مدال نداره. مثلا حواس هم نیست مدال داریم. یه بار دیگه این یه دقیقه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب داری میری چی کار؟ اینجا دیگه مدوسای فری بود خود. چرا تو مپ گم شدی؟ خب اومدی وسط چی کار؟ تینکر رو بخشیمش بکنم، هاسکارمون هم 6 بود.
ببین خیلی باید یارو گو ساله باشه که بمیره به این جوینت، ولی اوکی خب اوکی باش قبول. حالا سوالم بذار بریم جلو، حالا که تینکر وسط نیست خب همچنان، ولی اینجایی این هم هیچی، اینطوری هم که الان دیگه اینجا چیکار میکنی؟ الان دیگه چرا وامیستی اینو میزنی؟ بیا برو دیگه، الان باز یه الو دیگه اینجا بود الان تو مرده بودی. الان تینکر نیست، پایینم کی داره نشون میده؟ فقط آندرینگ داره نشون میده، سه تا هیروشون نیستن. اینجا چیکار میکنی؟ بیا برو دیگه از اینجا، چیس هم میکنه اینو، باید بمیری اینجا. یعنی اینجا اگه نمیری قشنگ بد بودن انمی رو میرسونه. تیرینت هر فاز پنج حریف لول 4 اومده اینجا، اینجا باید بمیری دیگه. من نمیدونم چرا نمیری، ولی خب توی هم که خب. حالا نریمان به جاش چی کار کنم؟ پایین می رفتم یا استاک می تیپی که کردم می نداری؟ رفتم تیپی می خریدم می رفتم پایین تیپی می خریدم می خب رفتم تیپی پایین مینه 8 میرسه دستت، الان باید چیکار کنی؟ نمی دانم آها من فکر میکنم علت کلا دیواین موندن تو پیدا کردم. ببین میدو که نمیتونی بکشی، پایینم که درست تیپی نداری بری، اصلا سم نداری بهشون کمک کنی، پایینم مدوسا آخه هم که میرفتم خالیه. زرده بودم رفتم چیکار چیکار پایین خب چیکار باید بکنی؟ نمیدونم واردم که نداری به کاری با اینجا فاکین مثلا یه فارم وقت کن، برو یک بزن اینو فارم کن، یک بزن اینو فارم کن، یه کاری بکن. کاری نداری چیکار میخوای بکنی تو مپ؟ نه وارد داری به کاری، نه تیپی داری بکنی، یکی از اینا رو فارم کن دیگه. چیکار میخوای؟ یک بزن روی اینا، مدال داری لول 5 شو. خب یه کاری برای خودت بکن، همت حتما که نه برای تیمت یه کاری بکنی. ببین نه تایم این خیلی مثال خوبیه ها، نه تایم استکه، نه وارد داری، نه تیپی داری، نه کسی جلوته که بخوای بیبی سیت کنی کری تو، نه میشه جوین داد. بعد بدون بوت الان مینه 24 ترجیح دادی به جین که این کمپ ها رو فارم کنی و آیتم جانگل برای تیم در بیاری مینه هفته بازی، بدون بوت را بیفتی بری می تینکر گنگ کنی با هاسکار بکشی؟ یارو واقعا باید زیر آرکون باشه به این گنگ بمیره. واردم نداری که چک کنی اینجا وارد دارن یا نه، همجی رندوم. اسموک هم نداری، بدون اسموک، بدون وارد، بدون سنتری وارد، بدون بوت، یه شرایط گنگ کردنه که دیگه بلدی دیگه. آره رندوم رانه رو تو وقتی نمیدونی چی کار کنی فارم کن، میدونی الان این رندوم ترین کاریه که من دارم میبینم تو این دوتا ریپلی تا اینجا، از سر بیکاری قشنگ. یعنی الان من کریستال میدنی بودم که دو هم نگرفته، یک هم نگرفته، سه پلاس پر کرده، این کمپه رو انقدر رایت کلیک میکردم تا بمیره، اینجوری میکشیدم عقب، رایت کلیک میکردم حداقل 50 تا پول در می آوردم با کریستال میدن. تو که هیرو تیرینت یک داره، دو داره، مدال داره. با ام اس 285 داری میری پایینی که آلردی کشتن، چشام داره میسوزه. یعنی واردم نداری به کاری اصلا اینجا. مینه 8:59 ثانیه به درد خوردی، مینه 7:23 ثانیه من گیم رو پاس کردم، یه هشت دوانیم بیست و سه طرف ثانیه تقریبا، کم تقریبا نزدیک 2 دقیقه است تو مپ. کار ولی خاصی نمی کنی ولی، و تو این 2 دقیقه بالاخره وارد رسید دستت. بابا اینا رو فارم کن، استک کن، وارد بگی دستت، تیپی بگیر دستت، بعد تیپی کن بیا پایین، همین کارو بکن دیگه. بالا رو قشنگ براش وارد بذار، استک کن، چیز کن، بعد لازمه بیا پایین.
لول 5 هم بیا پایین، نه اینکه بیای پایین با این کیل لول 5 شی، تا الان لول 5 شده بودی، یه ذره ایکس پی هم به دوستای میچوقی، یه ذره اینجا خودت فارم میکنی، لول 5 میشی به سلامت، یه بوت هم میخری حتما، حتما یه بوت هم میخری یا یه وینلیس، حداقل تو این کیس وینلیس اگه میخوای بچرخی تو مپ این سبک بازی کنی. بعد چی کار میکنی؟ باز بیا اینجا یه یک بزن، اینو اینو فارم کن. گرفتی که بعد چیکار کنی؟ آره. چقدر گیم با اون چیزی که من دارم فکر میکنم متفاوت. یه الان هیروی تو به جای اینکه بیاد اینجا، خب هیروی تو به جای اینکه بیاد اینجا الان بعد به مدوسای بگی آقا گم شو لطفا از لاین بده من، مرسی، میخوام مثلا سولار کرستمو فارم کنم. بعد اگه جای نیاز داشتن تیپی میکنی به دوستا میگی حالا بفرم و لاین گم شو، مثلا این سه تا چهار تا استک که برات کمرمو بزن، بعدش حالا چیزه. این اصلا اینجا لاین توه، مدوسا اینجا چه غلطی میکنه من نمیدونم. تیرینت به شدت لولاش به نسبت ساپورت های دیگه ضعیفه برای دوتا بردن، خیلی لولاش ضعیفه. خب الان جکی رو رو مکرو پایر آیس پد 3 1 رو مقایسه کن با ترینت، چی میره تو درختا، یه ذره آرمور، یه ذره هیل، اگر به چسبه یارو یه ذره اسلو، یه ذره هیل، یه ذره اسلو، یه ذره دمیج، او حالا 6ش اوکی خوبه. خب نسبت به جکی رو تیرینت اگر آیتم دستت نداشته باشی ایرود مفت نمیارزه. خب اگه میتیور همر نداشته باشی، اگه سولار کرست نداشته باشی، اگه نمیدونم ایول نداشته باشی، ایتوس نداشته باشی، گیلیمر نداشته باشی، پایپ نداشته باشی، هرچی، ایرود یه آیتم اضافه میخواد برای اینکه به درد بخوره. اگه میخوای با تیرینت دوتا رو ببری اینجوری نیست، این لولا دوتا رو نمیبرن. الان اینو نگاه کن، یه دونه توم بهش میارزه به کل این سه تا لول تو تو فایت، یه دونه توم به لول یکش میارزه به تمام این لول های تو تو فایت. اوکی طبعا. پس این خیلی از تو قوی تره، ولی این وقتی یه بوت وین لیس دستشه نتورت تو باید اندازه اسپید بریکر باشه 2500 باشه، فهمیدی؟ آره اون تایم یعنی باید فارم کن. آره خیلی وقتا خیلی جوینا هستش که تیرینت بجز این که به یارو سه به در دور هیچ کمکی به یارو نمیتونه بکنه. چند تا جوین از 10 تا جوین تو بری روی یارو دو بزنی گنکش فیل میشه، یارو باید خیلی دیگه دایو زده باشه. از هر 10 تا جوین 10 تاش بری روی یارو لیچ سید بزنی نمیمیره، باز میمیره اونی که گنک شده از یاره. چی بشه روش لیوینگ آرمور لول 2 3 بندازی، از اولم حواست باشه تا زنده بمونه. هیرینت از اون هیرویه که بعد کار خودتو تو مپ بکنی پسر. خب آلت به دست از بالا اینجوری اینطوری بابا واسط لاینتو پوش کن. اصلا هیرو ام اس هیروش 285 اگه تو درخت نباشه ببین چقدر وقت میگیره، 2 دقیقه طول کشید تا تو به درد بخوری به خاطر اینکه ام اس ات کمه. اسپریت بریکر بودی این 2 دقیقه میشد 10 ثانیه. هیرو با هیرو فرق میکنه، نمیتونی با این مثل سپید بریکر بازی کنی. خب از الان دیگه ایشالله مدوسا و اکس و هاسکارت گیم رو کری میکنن، من در این تیرینت که چیزی نمیبینم که بخواد بازی رو کری کنه. متوجه شدی؟ دیگه هیرو توی مدال داره دیگه، مدالت هم که تا حالا استفاده نکردی برای چیز خاصی، فقط یه دقیقه چین میلش به درت خورد تو لاین. فهمیدی دیدگاه منو با دیدگاه کلی داره. که راجع به گیم دارم چقدر فرق داره. چین میله یکی دو دقیقه واقعا خوب بود، ولی بعدش حداقل به درد راه رفتن تو مپ نخورد هیچ جا. خب بریم بیپی آخر دیگه تمام کسد. چند سوالی چیزی نداری راجع به اون داستان یا نه؟ نه دیگه الان فهمیدم کجا سر اشتباه بوده. اوکی
جایی هم که خیلی کاری که باید بکنی، یعنی یه جورایی چی میگن، یه سری چیز میز تو ذهنته که میخوای اونا رو انجام بدی، بعد اگر اون شرط پیش نیاد دیگه نمیدونی چی دقیقا کار کنی. شرط نباشد به نظرم کلن کل اسکریپت هایی که تو ذهنت از ساپورت داری و بذار کنار، اصلا ساپورت کوری نگاه نکن به بازی، احساس کن که توی ترینتی و تو این بازی چه کاری از دستت برمیاد برای هر کسی، اگه نمیاد واسه خودت بازی کن، حالا اصلا هر هیروی چه تیرین چه هر هیروی. من ریدینت هم. اوکی اوکی الان کارش رو میکنم. همچنان با یه سنچی شروع کردی جلوت، ولی مارس و اوه مارس و ونوم هم سرن جلوت. مارس و ای ای من فکر کنم ونوم میاد ولی مارس ای ای. این چه سمیه که لین لینمون جدی سخت بود ولی یه سنچی داشتی کاشتی این بالا چرا؟ وارد بود؟ نه فکر کنم وارده، معمولا میخوام این کارم اونجا رو نه معمولا تا زمانی که مطمئن نیستی این یه سنچی رو نمیکاره اینجا، چون خیلی مهمه این سنچی قراره یا این کمپ اصلا اینجا وارد داشته باشن، میخوان موومنت تو به وسط رو ببینن یا چی؟ اصلا وارد داشته باشن، زمانی تو این سنچی رو میکاری که مطمئن باشی پول سنتریت برمیگرده و اکسپی میگیری، با اکسپی جلوتر میری تو لاین، وگرنه نمیارزه این سنتری اینجا بکاری فقط برای اینکه چک کنی، به هیچ وجه برای چک کسی سنتری نمیکاره. یا باش این کمپ رو بلاک چیز میکنی، آن بلاک میکنی، یا باش این کمپ رو بلاک میکنی. اوکی؟ و از اونجایی که با سی ام دروین اسیدن اسیدی بهت پیشنهاد میکنم اینو از همین الان بلاک کن، چون سی ام دروین خیلی این حالت که مثلا پوش بدن چیز کنن هست زیاد. پول کنن. من اینجوری هم که اینو بلاک کن، سریع سنتری دیگه بیار، حواست باشه اینا بلاک باشه، بعدن که یه ذره اینا لول آپشن اذیت میشین. چرا رو مارسه؟ الو آه توی چرا نمیاد روی اینجا پر... حالا یه چیزی، حالا حرفت که درست بود ولی اینجا گفتن بیاین کال فرست بلاد دادن، بعد من اون وارده رو راستش سنتیره برای این کاشم که مثلا نبینن اون دیگه برای فرست بلاده. وای من دارم خسته میشم، این چرا؟ آها بالاخره اومد دوتا، من اصلا نفهمیدم چی گفتی، دوتا رو مخم بود نمیومد رو پلیر پرسپکتیو. چی میگم اینجا چی؟ کال فرست بلاد دادن اول کار چون هیرومون فرست میتونستم بگیرم، آها سنتیر کاشتم که مثلا ویژن نشه باشه، همون بهتر که فرست بلادتون فیل بشه دفعه بعد. اوکی 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 به خاطر اینکه نمیارزه. ناکن الان دوتا سنتری دارین، دوباره بعد 50 تا دیگه پولشو بدین. بعد چه تضمینی هستش که الان تو اینجا وارد بکاری اونا ویژن نداشته باشن همچنان شما فرست بلاد بگیری؟ شاید رفتین هیچکی نبود اینجا، همه رفته بودن بالا، چه تضمینی هست؟ نمیارزه این پولی که داری میدی. خب اوکی. نه دیگه اون کار نکن، بزن الان بزن به جفتشون. نه 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 اینجوری نیست. الان بهت میگم چه جوری. نه 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 اوف اوف. خب خیلی خوب شد که این ریپلی رو دیدم. ببین بذار بیام عقب. این کریستال میدن خب آیا موونت اسپیدش نسبت بقیه ساپورت ها زیاده یا کمه؟ پایین تر از اوریج دیگه. آرمورش چی؟ پایین تر از اوریج یا بالاتر از اوریج؟ پایین تر از اوریج. دمیجش چی؟ دمیجش هم پایین تر، اسپلاش فقط دمیج خاطر اونم مانای خیلی زیاد. اچ پیش چی؟ اچ پیش هم پایین تر. ماناش چی؟ تقریبا اوریج ماناش. اوریج یه ذره. ماناش اوریج. آره اچ پی ریجنش چی؟ اچ پی ریجنش نمیدونی چیه؟ اچ پی ریجنش بذار بهت بگم. اچ پیشنش 2-1 تقریبا اوریج رو به پایین هیروز. خب
فقط یک نقطه قوت داره کریستال میدن، یعنی همه چیش ضعیفتر از بقیه ساپورت هست. بیا با ای ای خودتو مقایسه کن، ببین 47 49 خب 280 305 18 16 16 20 20 23 آرمور 1 آرمور 2 هر چیزی رو نگاه میکنی این از تو بهتره، درسته؟ تازه این ایه که خودش چاقال ساپورتر هست، یعنی مثلا تو با بین خودتو مقایسه کنی یا جکی رو و اینا که اصلا خدافز. خب یعنی این خودش من دارم تو رو با چاقال ساپورتر ها مقایسه میکنم که بگم تو چاقال تره هیروت. یه نود نقطه قوت داره که بقیه ساپورتر ها ندارن، هیچ، یه اسپل میزنه 130 تا دمیج میزنه به دو نفر، این 260 تا دمیج میزنه لول 1، کولدانش هم همش 11 ثانیه است، اسلوتون هم میکنه، اتک اسپیدتون هم اسلو میکنه، موونت اسپیدتون هم اسلو میکنه، همین یه دونه است، یعنی به هیچ درد دیگه ای نمیخوره. یعنی روی یه نفر نزنم تو شرایطی که کنارم بودن. ببین تو بهترین حالت اجازه داری که اولیشو بزنی روی یه نفر که مانات پره، که اونم نزن تا اونجا که میتونی بزن به دو نفر. خب یا باهاش رنج کریپ سکیور کن، رنج رو سکیور کن باش دیگه، میتونی. بعد تو با دو تا مانگو استارت کردی این گیم رو یا با سه تا؟ خب با دو تا، با دو تا اگر استارت کردی که به هیچ وجه لول دو دو نگیر، لول دو سه بگیر. خب زمانی لول دو دو بگیر که با سه تا مانگو استارت میکنی. یه سوال اینجا، چون کلن یعنی حس خود تالا فکر میکنی مارس و ایه قوی ترن یا منادر و خطوله توده رو اگه درست بازی کنی؟ من اینجا ذهنیت هم این بود که اونا قوی ترن، گفتم فقط مانا بیارم، فقط اسل بزنم. خب به خاطر اینکه قدرت کریستال میدن نمیدونی چقدر قویه، این که اصلا چاقاله، اینه که بگیرید میکنینش، این که اصلا به درد نمیخوره هیروش. اینا اگر سه بشن قوی هن. خب اینا که اگه سه بشن خیلی قوی هن. مشکل اینجاست که تو کریستال میدن رو باش خیلی داری میگم خیلی چی میگن ترسو بازی میکنه کریستال میدن، به خاطر چیزش حالا با این حالا. خیلی اتفاقا باید نترس بازی کنی، یعنی کریستال میدن اینطوریه که اینو که میزنه روت اتک اسپید جفت اینا اسلو میشه، حالا وامیسته میزنه. کریستال میدن اینجوری نیستش که بزنه بخوره بزنه بخوره، که اصلا وارد ترید نمیشه چون تریدو از همه میبازه. کریستال میدن زمانی اتک میده که رنجش به یارو از یارو بیشتر بشه، یارو تا میاد بهش این یه اتک میده فرار میکنه میره زیر تابه، این که رنجش از تو بیشتره، یعنی اصلا کلن ترید با ای ای که تا حد خوبی کنسله. چجوری ترید میکنی باهاش؟ زمانی که یک زده باشی روش، یک میزنی به جفت اینا ای ای رو میزنی، یک میزنی به جفت اینا ای ای رو میزنی، ای ای رفت عقب اینو میزنی، این حالتیه که تو بازی میکنی. دوباره یک میزنی، میزنی تو سرشون، مانگو میخوری دوباره یک میزنی رو سرشون، مانگو میخوری دوباره یک میزنی رو سرشون، لول دو میشی. اگه اون موقع یه مانگوی دیگه داشتی دو میگیری میکشی، اگه نداشتی سه میگیری باز همینجوری یک میزنی رو سرشون. این کاریه که کریستال میدن میکنه. بعد به جفت اینا بزنی، نگاه کن یعنی این بده، اولی که زدی، حالا اولی چون مانات پره اشکال نداره، نگاه کن اینا خیلی مهمه، من روی اینا تاکید میکنم چون داری میگم جلوی دیواین پلیر ها بازی میکنی، مثلا ایلوی رنکت مثلا کروسیدر گاردین اینا نیست، جلوی دیواین پلیر ها به جای اینو به دو نفر به یه نفر بزنی بازی رو میبازی تمومه، من به همین سادگی. ببین الان این بد چرا؟ به خاطر اینکه اینو زدی فقط یه اتک بهش دادی، تو پوزیشنی باید به یارو بزنی که حداقل دو تا اتک مورد گرفتی؟ عرفه. یعنی از اسلو استفاده نمی کنی. بیا این الان باز فقط هم زمانی لول دو دو میگیری که با اون دوه بکشی، یعنی اگر یه لحظه دو گرفتی یارو نمرد رفقت سلب زد پدر لین خودتو در بردی. ببین چرا؟ به خاطر اینکه نیم تا مانا ریجنی که میتونستی از لول دو تا لول سه که برای خودت سه برابر، یعنی یک و نیم تا مانا ریجن دوت میشد سه و نیم، تقریبا تو یک دقیقه تمام 60 ثانیه میتونستی یک و نیم تا مانا ریجن دیگه داشته باشی، یعنی 90 تا 100 تا مانا رو خراب میکنی با این کارت، مجبوری به جاش پول بدی،
مجبوری پول بدی مانگو مانگو بگیرم. بخری تا به هیروت به درد بخوره. یعنی اگر لول دو تو این دو رو گرفتی نکشتی با پولش مانگو نخریدی ریدی تو بازیت، به خاطر اینکه سر اینکه دو گرفتی بعد انیوی پول مانگو بدی و اینو که زدی احساس حساب کن منفی 100 تا پول، منفی 120 تا پول. حالا یا اون 120 تا پول با این فراست بایت در میاد اون لحظه یا ریدی توش، فهمیدی شد؟ برای همین لول دو تو سه میگیری فقط یک اسپم میکنی، قرار نیست بکشین تو این لاین واقعا. کریستال میدن و دروین دیگه زمانی میتونید بکشید که اونا برینن، تو بهترین حالت اینا باید حد خودشونو بدونن برن عقب سلو بزنن، پس اینا زمانی میگیری یارو آت پوزیشن باشه اشتباه کنه بعد هرس شده باشه 600 تا اتک خورده باشه حد درو بگیری بکشی تمام. بعدم با دو تا مانگو اصلا هیچ وقت اون نگیر چون مانات نمیکشه به کیل، همیشه با سه تا مانگو، تجربه منه سه تا مانگو اگر میخوای اینجوری بازی کنی، سه تا مانگو حتی یا سه تا مانگو یک کلریتی استارتینگ آیتم. این الان دیگه هیروت به درد نمیخوره، یه مانگو میزنی یه دونه اینا خدافظ. حتی خب تو ماجیک استیک گرفتی دیگه، اینو استارتینگ آیتم گرفتی؟ آره اوکیه، ماجیک استیک دوتا مانگو هم تقریبا همونقدر بد مانا اونقدر که نمیده ولی میده تا یه حد کن. من ترجیح میدم اینا نگیرم به جاش سه تا مانگو سل فلان بیسار، فقط برم آره فقط برم اسپم کنم رو سر صورتشون بزنم پارشون کنم، میدونی بعدا حالا اینا میخرم. ماجیک استیکو گرفتی؟ ماجیک استیکو با دو تا مانگو و یه دونه سلو دیگه میارم، اینجوری خیلی اگریسیو تره، خیلی اگریسیو تره اینجوری. آره قبول دارم، میگم من با ذهنیت اینکه لین قوی ترن دفنسیو تور وارد شدم، این لینش رو قوی تر باشه تو با همینجوری بازی کنی فرق نمیکنه، اینجوری بازی میکنی چون به هر حال هر کی میخواد یارو باشه هرس میکنی دیگه، هرس میکنی که نیان روتون بکشنتون. میگی چی میگم؟ حالا فرقش اینه که میگم دو نمیگیری سه میگیری، این الان مجبور شدی دو تا مانگو باز بگیری، حالا یه دونه با. این خوبه، این باز میبینی مانات شد صفر دوباره و پول اینا رو بدی کلن. آره یعنی به ظاهر الان پول گرفتی 20 تا اسیست ولی باید دوباره 120 تا پول اینو بدی، یعنی این کیله به ضرر تو. خوبه آب نفع کریته، این اصلا مارسه اگه این کیله رو فید نمیداد دیگه خیلی بد میشد. اوکی بهتر اینجا این چقدر قویم، چجوری حساب کردی شما ضعیفین؟ خیلی قویم، پاره میکنیم. این یعنی الان ریندراپ آوردی ولی این ریندراپ بعد الان چی بود؟ دو تا سلف دو تا مانگو، یا یه سلف یه تانگو دو تا مانگو الان، یعنی کریستال میدن همینه، اگه میخوای باش لاین ببری اینجوری نمیبری، این اصلا به دردت نمیخوره. اینفیوز ریندراپ دوباره سلب مانگو میزنی رو سرشون همینجوری تون تون اسپم میکنی پارشون میکنی، وگرنه هیروت ضعیفه. الان مردی، ریندراپت هم یه دونه کم شد ولی کمکت نکرد. حالا شانس آوردی این روکره سانو زد، خوبه همه چی هم به ضررت نیست. من سی ام خیلی بازی کردم، سی ام هامو ببینی اکثرا همه این چیزایی که میگم و دارم رایت میکنم اگه دقت کنی. چقدر درد داشت این همه چی، میبینی نتفورتت میاد اینجا وقتی اینجوری بازی کنی، اون چیزی که من میگم نتفورت هم میاد اینجا در صورتی که باید اینجا باشه ها، ولی همه رو خرج میکنم که فقط بتونیم بکشیم. اینجا نها کن که را میری این بزنه، بزن سید نتفورتتو نها کن بزن این کیل لعنتی رو بزن گوره بابا، این
وقتی یه بار اینجا مردی، دو تا مانگو اینجا سوخت دادی، یه بار اینجا مردی، عقبی پاره ای بزن، اگه بوت دستت نباشه به درد نمیخوری تو این لاین یه دقیقه دیگه، دو دقیقه دیگه. اوکی این کیلو بزن اگه میتونی بزن تا اونجا که می... یعنی اصلا اینطوری نباش. این کریت نگاه کن، این الان چند تا کیل گرفته آلردی؟ یارو 2-1-2 دیگه، دیگه چی میخواد دیگه، بستشه دیگه. فالکن بلید بوت داره دیگه، دیگه چقدر میخواد جلو بیفته، بسته دیگه. الان خودت رو نگاه کن کجایی، الان باید به این درک برسی. حالا من میگم کیل سکیور فلان به شوخی خنده، خیلی جاها باید بزنی، یعنی اینطوری هم که اگر نزنم بازیم خراب میشه دیگه، نمیتونم به این کمکی بکنم. این از این کیل ایکس پی شو میخواد فقط، گلدشو که نمیخواد دیگه. چی درو میخواد چقدر جلو بیفته؟ مینه 6 بازی فالکن داره، اون تقریبا پاور ترد گرفتی؟ آره تمام. این جدا کیل استیل نیست، این واقعا حق مسلم توه که بزنی این کیلو. یعنی اصلا من درو باشم هم اینجوری هم که تو بزن، تو عقبی. اینجا پاکشون جوین داد، ای رفت مید. چرا دو پر کردی؟ نمیدونم، فکر کنم از روی گاید داشتم میدونم. خب ببین، زمانی تو دو پر میکنی، زمانی تو پر میکنی که هیروهای مثل کوین آف پین، وید اسپیریت، ارزم به حضور اینجا روی یه دونه دوم هم سانو میزنه، درسته؟ سان حالا آره یک و نیم ثانیه است دیگه، سان یک و هفت دهم ثانیه است. خب ولی اینجوری که یا یک پر میکنی یا دو پر میکنی، خب اینجوری است که دوتا دو دوتا یک، اینجوری خیلی کم پیش میاد. خب احتمال زیاد دروت میخواد ول کنه بره جنگل یه ذره دیگه، و اسکای که لاین پوش نمیده، حالا این لاین پوش میده، این ووکر هم لاین پوش نمیده، الان فقط تو و دام بریکر لاین پوش میدی. سی ام همیشه دوست داره یک پر کنه، مگر اینکه تو بازی روت کانتر کنه. الان تو بازی فقط مورفو کانتر میکنه که من فکر نمی کنم تو به این راحتی. حالا تا مین 20 خورده پاکو که حساب نکن تو بگیریش با دو، اتفاقا پاک احتمال اینکه به شدن یک از دور بزنی خیلی بیشتره تا بری جلو تو رنج فراست باید دوش کنی. اونم دو تا فیس شیفت میکنه کلشو، دمیجشو نمیخوره اصلا. مگنوس، وید اسپیریت، کوین آف پین دیگه عرضم به حضورت که حالا مثلا اگر آنتی میج دارن، آنتی میجی که میخواییم مثلا بریم تو صورت آنتی میجه دیگه، عرضم به حضورت که هیروهای این شکلی دیگه، هیروهایی که با دوت نه وین رنجر، نه هیروهایی که با دوت نمیتونن اسپلشون رو یوز کنن. متوجه شدی یا نه؟ یعنی اون چیزه رو ندارن، اون موبیلیتی چیزه رو ندارن. آی پلی گود رو بذار بردارن، اسکیپ لیول اسکیپشون رو آفری، مثلا ریکی نمیدونم امبر. خب دقیقا اینا هیروهایی هن که با دوی تو مثلا اذیتشون. مثلا تو جلوی ویور میخوایی دو بگیری یا یک بگیری؟ یک میخوای بگیری دقیقا. خب دوت خیلی نکته ای نداره، اونم شیش میکنه ازش میاد بیرون. خب پس هیروهایی که با دوت قشنگ گیمشون خراب میشه، فانتوم لنسر نمیدونم، هیروهایی که میگیریشون دیگه نمیتونن اون لبشه، تاسک اینطوری. حالا الان تو این گیم یه هیرو دارید که اینطوریه، اونم مورفه، ولی به مورف اگر احساس میکنی میرسی که مثلا چیز کنی، خب اوکیه دو بگیری. ولی من خودم با توجه به لولایی که داریم و آلدی کچم تقریبا نمیتونم بگم، این ووکرتون خودش میگیره. نداریم کچ اینجوریه که ندارید، ولی جوری نیستش که تو بتونی بری جلو بگیری جلوی پاک و مارس و ای ای و ونومنسر و اینا.
از دور میکشن، اصلا نمیرسی بری جلو بمیری بگیری. من آیتم واسه یک فکر همینطوری کنم هم که لنز تو میرم بیشترین این چیزی که گیم. آفرین، لنز آیتم خوبیه این گیم. واسه همین به نظر من بیشترین چیزی که لنز و گلیمر به نظر من بهترین آیتمان، آره گلیمر یا همینم لنز. میرم. واسه همین تو بهترین چیزی که دوست داری اینه که از رنج دور با کریستال نوبات دمج بزنی و بیشترین دمجی که میتونی یا بزنی، و اگر درو رفت تو اینجوری با نوبات لاین پوش بدی یا هرچی. گرفتی؟ آره فاهم. آخه ببین اینجا کیل گرفتی، ببین تازه نتورت یه ذره اومد جلو، اینجا بود این ته بود. ببین هیروت حال اومد، سریع هم ترنکویل میخری که دیگه پول برای ریجن ندی. اینجا فکر کنم یه راست رفتم بوتمانا که بکنم اشلا بوتمانا معمولا برای سی ام خیلی خوب نمیگیرم، چون میدونم خیلی آره. عقب میفتی. آفرین. نه من ترنکویل و کلریتی رو ترجیح میدم به بوتمانا واسه سیه. ترنکویل، ماجیک وند، فلافی هات دو تا برو درسته دیگه نمیری. یزید واسه بیل زدی؟ پشمام گفتم چقدر قشنگ فرار کردی. اینجا گفتم چقدر قشنگ فرار کردی. اینجا مرده بودم آخه، یکیشو میدادی یا دوباره. خب بابا موو اینجوری بده، شاید اینجا واسه بیل زدی یا رو یک زد. خب یه موو بده شاید داج دادی. ببین چی میگم، بیل زدی که وقت برای کارگری بود، حالا یه دو ثانیه دیرتر حالا فرق نمی کرد. خب این از این دیگه به گا رفتی. یعنی من دوست ندارم سی ام لاین رو بزنه ولی نتورتش اینجوری باشه، حداقل باید اندازه ای ای باشی وگرنه تو این بازی اذیتی. الان با سرنکویل نداری یه جوری، حالا خدا رو شکر بهت شاول داده، هیروت هم کنده. خب این داده دوکیه. ببین اصلا چقدر مونده بود بمیری؟ بذار من بهت یه چیزی بگم. الان هیچی نمیبینم چی شد یه دفعه. خب الان چقدر مونده بمیری؟ نما کن اچ پی تو اینجا، اچ پی تو هفته میبینی. اگه از این قصر در بری، مثلا اگه 100 تا دیگه اچ پی داشته باشی زنده میمونی اینجا دیگه. اینکه همه چیش گولانه، یک و دوشو زده اونم رفت دیگه. فلافی هات. خب الان تو فرض کن ترنکویل داشتی با دو تا فلافی هات و ماجیک وند کامل، اچ پی اینقدر بود برمیگشتی، تازه یارو هم زیر تاور میگرفتی، مانگوت هم میخوردی، شیش هم میکردی، این هم میکشتی، 200 اچ پی اضافه تر می آورد. گرفتی؟ تازه با ترنکویل اصلا زودتر فرار میکردید، نمی رسیدن بهت اونقدر به دمج بزنم. میدونی الان بعد قوی بشی، سی ام خودش انقدر هیروش ضعیفه که 800 تا گولد رو نمیتونه تو نتورتش. یعنی تو اینجا من همینجوریش فکر کردم با آتل لنز خیلی قوی تر میشم تا مثلا فلوپیت و اینجاست. آتل لنز رو جدا بخر، کاری ندارم، اول اینا رو بخر بعد اونم بخر. اگر اونا رو بخری الان نمیمیری، اگه الان نمیری میکشی بعد اونم میاد. گرفتی؟ تو با سی ام الان 1700 تا کلا نتورد داری، 700 تاش هم پول کلا یکی نتورد داری تو این بازی. با یه نتورد یکی داری میری به جنگ نتورد 2200 کلا. نمیشه سی ام، گفتم آرمورش کمه، اچ پیش کمه، اچ پی ریژنش کمه، اجیلیتیش کمه، استرنگتش کمه، همه چیش کمه. بعد باش بخری وگرنه زنده. قبلا بریسر میخریدن، الان که دیگه متا خیلی خوب شده دیگه، دو تا فلافی هد راحت هر کدوم 120 250 تا هلت میده. 500 تا از این اگر خریده بودی میتونست 250 تا الان به 257 باشه اچ پی. الان تو به اچ پی 257 برنمیگردی اینو بکشی زیر تاور Frostbite Freezing Field میکشی دیگه، این چیکارت باید بکنه با اچ پی 257؟ Magic Wand کامل هم تازه سه تا استرنگت دیگه هم بت میداد. اینو اینجوری بخر که بتونی تو فایت های ارلی تاثیر بذاری، وگرنه گیم بره لیت که سی ام کاری نمیکنه که. سی ام ارلی باید پاره کنه ملت رو. ببین سی ام ارلی باید ملت رو پاره کنه، به این دلیله که تو 7 تا مانگو 8 تا مانگو میخری تو لاین، چون بعد ارلی گیم بزنی جرشون بدی. من نمیدونم، یعنی ارلی گیم رو اگر نزنی سی ام خیلی فرق داره با کتول که اول و آخر یه ویو اینجوری میکاره یه تموم میشه یه ویو میرن خدافظ. آره مینه چهل هم این کارو میکنه دیگه، کتول سی ام این کارو نمیکنه که مینه چهل. سی ام تاثیرشو الان میذاره،
پس این هم از این بریم جلوتر. به نظر من آرکین بود اصلا خوب نیست، مگه اینکه یه دابل کیلی تریپل کیلی چیزی بگیری یهو آرکین بود تو بخری. این چقدر بد اچ پی پر نمیشه. البته بری بیس اگه سلبت نده، سخت دیگه اچ پی پر نمیشه کلا ترنگول نده. آره اونش با کلریتی و چیزای ارزون کارتو را بنداز. این بازم اینجا نیموردی دو تا فلافیت داشتی با شیعه، اینجا نیموردی ای 250 تا اچ پی بیشتر داشتی، بندت هم کامل. من آیتمام این بود تو این گیم، ترنکویل، مجیک وند کامل، دو تا فلافی هات، بعد کلوک، بعد گیلیمر. تو فردا هم منو میزدن نیموردم. گرفتی؟ این خیلی فرق داره. بعد با حالا که این آیتما رو میخری زور میگی به ملت. میدونی همچنان درسته اون تفکری که آرکین میخرم به بقیه هم مانا میدم لنزش میکنم از دور میزنم، ولی خیلی لاکچریه. مثلا سی ام اصلا انقدر لاکچری نمیتونه آیتم بخره. سی ام مثل ویسپ میمونه. ویسپ هر 200 پول براش اصلا مثلا 2000 تا پول کری میمونه. با اون 200 یه ماجیک استیک میخره بازی عوض میشه، یه نمیدونم هدرس میخره بازی عوض میشه، نه باکلر میخره اون دوتا آرموره کلی بازی رو عوض میکنه. یعنی ویسپ هر چی میخره لامصب براش چیزه، ماجیک استیکش رو میکنه ماجیک وند براش کلی تاثیر داره. سی ام هم عین آیوه ساپورتای، ولی مثلا چه میدونم یه ساپورتی مثل تیرینت نه میتونه 1000 تا 1200 تام گولد سیو کنه، براش مهم نیست چون میخواد اول آخر یا 3 بزنه یا 1 بزنه. فرق ساپورت ها رو با هم دیگه میگیری چی شد؟ آره فهمید. آره یعنی اینا خیلی با هم دیگه تو سبک بازی، سبک آیتم بیلد اینا فرق دارن. حالا هر این سه تا ریپلی همش سه تا نکته جدا داشت خب، که همش مال همین هیرو بود اکثرش، ولی من سعی کردم هیروهای شبیه اینم بگم که مثلا آقا جک هیرو فرقش مثلا با کوتول چیه، سی ام فرقش مثلا با ای چیه، با اینا چیه، که حالا به درد بقیه ساپورترهایی هم که بازی میکنی بخوره. خودم خیلی گیریم بازی میکنم با بین و ولی خودتو محدود نکن دیگه خیلی به این چیز. آره به این اصولی که حالا تو ذهنته و اینا اصلا. آره اگر دیدی بیکاری و کاری نمیتونی واسه کسی بکنی، یه کاری واسه خودت بکن. گرفتی؟ آره خودم قوی. آره خودتو قوی کن که بتونی با آیتم اضافی تاثیر بذاری. اوکی آره. سوالی چیزی؟ نه خیلی ممنون. خب بوس بهت. عذیت میکرد. نه عزیزم این چه حرفیه، ایشالله که همینو دوباره میای حداقل تا دیواین 4 بعد دیگه حالا دیواین 5. میخوای این مورتال بشی به نظرم باید بیشتر بازی کنی، اگه بخوای تا این مورتال بیای بالا باید خیلی بازی کنی. روزی چند دست بازی میکنی؟ روزی 10 ساعت بازی میکنم. خب پس میای بالا. روزی 10 خیلیه، روزی 10 ساعت خیلیه. چیکار دانشگاه چجوریه، کنسله دانشگاه؟ نه ولی خب میرسم میدونی من شبا خیلی بازی میکنم مثلا شب تا صبح نیست. خب یه ذره تو گیم ها چیل کن، این چیزایی که حالا تغییر دیدگاه هایی که من گفتم رو بتونی نظم کنی دیگه. یه بار دیگه هم ببین چیز که الان فرق کرده. یه بار دیگه هم همه این چیزا رو ببین چون آره. که حالا میگم بازید که میسپلی بدی و اینا خیلی مهم نیست، بیشتر تصمیم گیری تو نه طرز تفکر تو بعد عوض کنی با سپورتی یه لول بیاریش بالاتر. باش خیلی آه خیلی چاکریم امیر جون، قربونت برو موفق باشی، ببینم چی کار میکنی دیگه، ببین خبرشو بده دیگه، حالا یه ماه دیگه دو سه هفته دیگه باشه. فعلا خدافظ. خدافظ.